همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ماست با جزئیات بیشتر این پرونده. مریم. فرداد، همونطور که تو اشاره کردی این دومین باریه که در این پرونده مدنی دونالد ترامپ احضار میشه و باید شهادت بده در مورد کلاهبرداریایی که در واقع اتهامات کلاهبرداری که به او وارد هست. این پرونده رو لتیشا جیمز دادستان کل نیویورک علیه دونالد ترامپ باز کرده و دفعه قبلی هم که دونالد ترامپ در حضور دادستان عالی نیویورک حضور پیدا کرد، ساعت ها این دو مقابل هم دیگه نشستند، ولی دونالد ترامپ از متمم 5 استفاده کرد و با استناد به متمم 5 قانون اساسی از تمام سوالات لتیشا جیمز تفره رفت و تقریبا همونطور که من یادم هست جلسهشون 4 ساعت ادامه پیدا کرد و دونالد ترامپ به همه سوالات جواب نداد و بعد از اون دادستانی رو ترک کرد. گفته شده که امروز هم دونالد ترامپ قرار هست دوباره انووک بکنه یا استناد بکنه به متمم 5 و به این سوالات پاسخ نده. لتیشا جیمز در پرونده‌ای که علیه دونالد ترامپ باز کرده گفته که فرزندان ترامپ از جمله دونالد ترامپ جونیور و ایوانکا ترامپ و ایریک ترامپ از جمله سازمان ترامپ و خود ترامپ دارایی‌هایی که شرکت‌های دونالد ترامپ داره رو بیشتر از اون چیزی که هست نشون دادن تا بتونه از بانک ها و شرکای تجاری خودشون وام های بیشتری بگیرند. این یکی از پرونده هایی هست که فعلا علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در آمریکا باز هست، موضوعی که دونالد ترامپ او رو رد میکنه و دوباره این رو یک پرونده سیاسی از سوی دموکرات ها میدونه، چنانچه که لتیشا جیمز هم خودش یک دموکرات هست و معمولا دونالد ترامپ همین رو علیه اون استفاده میکنه که دوباره دونالد ترامپ که دوباره دموکرات ها علیه من یک پرونده باز کردن. و این موضوع همین متمم 5 یک موضوع خیلی قابل توجه هست که دونالد ترامپ در جریان کمپین های انتخاباتیش در سال 2016 خیلی انتقاد میکرد از سیاستمداران آمریکایی که قبلا انووک کرده بودن این متمم 5 رو، استناد کرده بودن تا اتهامات علیه خودشون رو رد بکنن یا در اون موقع بهش پاسخ ندن به سوالات در مورد اتهاماتی که بهشون وارد است. دونالد ترامپ از هیلاری کلینتون خیلی در انتخابات سال 2016 انتقاد کرده بود به خاطر همین موضوع استناد به متمم 5، ولی حالا ما میبینیم که دونالد ترامپ برای دومین بار میخواد استناد بکنه به متمم 5 و همه این اتهامات رو بهش پاسخ نده. به هر حال این پرونده‌ای هست که فرداد باز هست، دادستان کل نیویورک داره در این مورد تحقیقات رو انجام میده، اسناد و شواهدی وجود دارن، ولی خب دونالد ترامپ میخواد هر جوری که شده اونطور که گزارش ها میگن این پرونده رو به تعویق بندازه تا حالا ببینیم بعدن چه خواهد شد. و ما هم فعلا منتظر این هستیم که ببینیم دوباره دونالد ترامپ امروز در حضور دادستان کل نیویورک چه برای گفتن خواهد داشت. مریم رحمتی، خبرنگار ما در نیویورک، ممنونم از تو.